سرخط خبرها و مهمترین ها. گذرگاه ترخم فقط برای وسایل نقلیه باربری و دارندگان ویزه باز است. شورای عالی مقاومت ملی افغانستان اعلام موجودیت کرد. اول نمره عمومی کنکور به ترکیه رفت. در پایان، اشرف غنی حبس خانگی شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که گذرگاه ترخم در حال حاضر فقط برای موترهای باربری و دارندگان ویزه باز است. با گزارش اسپوتنیک، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز جمعه 3 میزان در تویتر خود نگاشته است که در حال حاضر ترخم فقط برای موترهای باربری و دارندگان ویزه باز است. وای همچنان نوشته است که افرادی که پاسپورت و ویزه ندارند، چه بزرگسال باشند چه اطفال، اجازه عبور از خیبر پختونخوا در پاکستان را ندارند و به خانه هایشان برگشتانده می شوند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنان گفته است که مقامات امارات اسلامی در تلاش هستند تا امکانات بیشتر در این زمینه ایجاد کنند. پیش از این بازگشایی در گذرگاه ورود به پاکستان تنها از طریق هوایی ممکن بود و به دلیل افزایش بیش از در برابری بهای بلیت پرواز به پاکستان، بسیار از مردم افغانستان که عمده آنها برای درمان قصد عزیمت به پاکستان را داشتند قادر به پرداخت این هزینه نبودند. ملا محمد حسن آخون، نخست وزیر دولت طالبان، بعد از ظهر روز گذشته پنجشنبه 29 میزان با شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان و هیئت همراهش دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد، دو طرف در مورد افزایش همکاری های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان، آغاز دوباره پروازهای ملکی میان کابل و اسلام آباد، 24 ساعت از ساختن فعالیت های گذرگاه های سپین بولدک، ترخم و غلام خان، کاهش تعرفه گمرکی بالای صادرات افغانستان، فراهم ساختن تسهیلات به مسافرین افغان و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام آن کشور در افغانستان صحبت کردند. شورای عالی مقاومت ملی افغانستان اعلام موجودیت کرد. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از موقف جامعه جهانی برای به رسمیت نشناختن طالبان تقدیر کرده و از سازمان ملل و همه کشورهای جهان نیز خواستند که حکومت یک جانبه استبدادی و ضد وحدت ملی گروه طالبان را به رسمیت نشناسند. عطا محمد نور، ولی پیشین ولایت بلخ، در صفحه فیسبوکش اعلامیه شورای عالی مقاومت ملی افغانستان را نگاشته است. در اعلامیه آمده است که بدبختانه در این اواخر کشور ما افغانستان در اثر بیکفایتی، تگروی، انحصارگری و فساد گسترده و در نتیجه یک معامله نامردانه، خائنانه و غادرانه دچار بی‌نظمی و بی‌نظامی گردید و شیرازه دولت از هم پاشید. نهادهای امنیتی، خدماتی و اداری همه سقوط کردند. اعلامیه هم می افزاید که جمعی از احزاب، گروه ها و شخصیت های مدرای کشور پس از مشوره جبهه را تحت عنوان شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس نموده است. همچنان کمیته موظف گردیده است تا گفتگوها را با بقیه شخصیت ها، احزاب و گروه ها آغاز نماید. برنامه کاری این جبهه به دو بخش عمده سیاسی و نظامی تدوین گردیده است. بدون شک ترجیح ما رسیدن به یک صلح پایدار از رای سیاسی می باشد. اول نمره عمومی کنکور به ترکیه رفت. سلگای اسماعیل خیل، اول نمره عمومی کنکور سال روان برای ادامه تحصیل به ترکیه رفته است. سفارت افغانستان در ترکیه در صفحه فیسبوکش نگاشته است که آغاز سفر تحصیلی سلکای اسماعیل خیل، اول نمره عمومی کنکور سال روان را در جمهوری ترکیه به ایشان تبریک میگوییم. در ادامه این نوشته آمده است که این سفارت ضمن آرزوی موفقیت به سلکای اسماعیل خیل از تلاش ها و همکاری های جمهوری ترکیه در تخصیص بورسیه ها و خلق فرصت های آموزشی و تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان افغانستان قدردانی می نماید. اشرف غنی حبس خانگی شد. به نقل از فیسبوک رسمی امین بابک، اشرف غنی در حبس خانگی. منبع: حکومت امارات از چند به این سو ملاقات های اشرف غنی را در ابوظبی محدود کرده و حتی حمدالله معیب
و فضل محمود فضلی نیز اجازه دیدار با او را ندارند. منبع افزود که اسدالله خالد تنها شخصی است که با استفاده از روابط شخصیش با مقامهای ابوظبی با اشرف غنی ملاقات می کند. رویدادهای مهم جهان. ترکیه روند خرید جنگنده F-16 از امریکا را آغاز کرده است. وزیر دفاع ترکیه اظهار داشت که روند خرید جنگنده امریکایی را آغاز کرده است. به گزارش سپوتنیک، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده است که کار فنی خرید جنگنده F-16 امریکایی را آغاز کرده است. وزیر دفاع ترکیه در خصوص تأمین جنگنده F-16 از امریکا اظهار داشت کار فنی آغاز شده و روند را دنبال میکنیم. تقویت ترکیه یعنی تقویت دفاع ناتو. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که ایالات متحده به انقره پیشنهاد خرید جنگنده های F-16 را پس از حذف از برنامه جنگنده های F-35 را داده بود. قابل یادآوری است که از اواسط ماه جولای خرید سامانه موشکی S-400 باعث ایجاد بحران در روابط ترکیه و ایالات متحده شد. واشنگتن خواستار امتناع ترکیه از معامله با روسیه و در عوض خرید سامانه های پادریوت آمریکایی بود. آمریکا تهدید کرد اگر ترکیه از خرید S-400 صرف نظر نکند، امکان تعویق یا لغو فروش جدیدترین جنگنده های F-35 به این کشور و یا اعمال تحریم بر اساس قانون مبارزه با مخالفان آمریکا از طریق تحریم موسوم به کاتسا وجود خواهد داشت. اما با این حال ترکیه حاضر به عقب نشینی نشد و به مذاکرات خود در خصوص محموله بیشتر S-400 ادامه داد. دولت ترامپ هنوز تهدید خود برای اهمال تحریم علیه ترکیه را عملی نکرده است. توافق متحدان ناتو در مورد بکارگیری اولین استراتژی هوش مصنوعی. دبیرکل ناتو به خبرنگاران گفت استراتژی هوش مصنوعی استانداردهایی را برای استفاده مسئولانه از آن مطابق با قوانین بین المللی تعیین می کند. با گزارش اسپورنیک دبیرکل ناتو اعلام کرد وزرای دفاع کشورهای عضو این ائتلاف نظامی بر سر مجموعه جدید از اهداف جدید ظرفیتی توافق کردند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام کرد که وزرای ناتو با ایجاد اولین استراتژی هوش مصنوعی در این اتحاد موافقت کردند. استولتنبرگ پس از نشست وزیران در جمع خبرنگاران گفت متحدان با اولین استراتژی هوش مصنوعی ما موافقت کردند. این استراتژی استانداردهایی را برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مطابق با قوانین بین المللی تعیین می کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.